در ویدیو یا هر ترشوردی نسبت به اندازه هدفی که انتخاب میکنید میتونید انتخاب بکنید. همون بستگی به نوع کارتون داره. آب، برق، گاز، مخابرات، پتروشیمی، نفت، گاز، جاده سازی، راه سازی، سد سازی، پل سازی. نسبت به هر ویدیویی که میخواین تشخیص سازه ها رو بدین، نوع مکان رو بدین، شرایط رو بدین، نوع هدف رو بدین، هر کدوم رو میتونید انتخاب بکنید. این مشکلی نداره و بستگی به نوع استفاده تون. ولی به طور مثال اگه ویدیوهای 55 ترشورد 45 رو انتخاب بکنید یا هر ویدیویی که مد نظرتونه، دیوارهای داخلی خارجی رو بگیرین، ادفا ایکس ها، ایکس افا، ام و انا رو در همه زوایا و ازلا بگیرید و به دست بیارید، الا رو به دست آوردید، حالا میتونید از کدهای مربوط به دیواره هدف بهره ببرید. کدهای مربوط به دیواره هدف عملا کد 1 ویدیوی یا همون 0 ویدیوی و ترشورد بر روی 25. زمانی که شما این عدد رو انتخاب میکنید در این قسمت دیواره ها در هر سمتی که وای بسید به غیر از نقطه مقابل هدف در شرایطی که قرار میگیرید اینجا آنتن حرکت خاصی به هیچ جهتی نباید داشته باشه. در صورتی که ویدیوهایتون درست باشه تنظیمات تمام تنظیمات و تفسیرات عددی رو باسه این که متوجه بشید هدف اصلی رو انجام دادید. پس کلیه تفکیک و جداسازی ها رو انجام دادی. این مرحله آخریه که شما میخواین دیواره ها رو، حدود دیواره ها رو به دست بیارید که ببینید اصلا مرکز هدف رو گرفتید یا خطا کردید. اگر شما در این محدوده ها بیستید بین نقاط دیواره های M و N، حالا در محدوده اطراف هدف یا بر روی خود نقاط M و N در هر کدوم از اضلاع که با فاصله گرفتید فرقی نمی‌کنه، ولی در این محدوده ها میتونید این رو انتخاب کنید یا در این محدوده ها وایسید. وقتی که شما بر قسمت های مثل N و N دیواره های داخلی وای میسید اینجا آنتن هیچ حرکت خاص و ویژه‌ای نخواهد داشت، یک حرکت ثابت بدون اینکه تمایل به سمت هدف یا مرکز هدف داشته باشه. شاید یه درجه کمی به سمت هدف بره ولی اون عملیات رو به سمت زاویه‌ای به سمت هدف نخواهد داشت. پس در مجموع هدف یا اون آنتن نسبت به هدف ثابته، ولی در نقطه مقابل هدف در نقاط F این قانون یه مقداری فرق میکنه. وقتی در این جاها وای میسید آنتن به سمت چپ برمیگرده و موقعیتش متفاوته. اگر فاصله تون دور باشه از یک فاصله آنتن پاندول میزنه و وقتی به یه فاصله نزدیکی میرسید به چپ برمیگرده. پس آنتن تغییر واکنشی در دیواره داخلی بین این اضلاع نخواهد داشت مگه اینکه درست مقابل هدف باشید. اگر هدفتون بزرگ باشه خب این حالت چپگرد در این نقاط میتونه انجام بشه و احتمال داره شما دیواره مثل اینها رو داشته باشید که این دیواره ها در ام و ان ها باشه و در این نقاط آنتنتون ثابت وای میسه. این ثابت وایسادن میتونه در این نقاط باشه، نقاطی که به اف ها ارتباطی نداره، آنتن ثابت وای میسه. در نوع تصویرگیری هم به همین صورته. شما اگه در این محدوده بیاید تصویر رو کدتون رو بر روی یک قرار بدید و از نظر ویدیوهایتون یک باشه و ترشوردتون 45 باشه در این محدوده تصویرگیری بکنید، اون تصاویر یا اون نوع عملیاتی که به شما انجام میده یا نشون میده میتونه با کد ویدیوهای 5545 تون بخونه در کالر پرو دو لکه رنگ بالا بیاد یا در تصویری های لکه سرنگی دو لکه رنگ بالا بیاد. این موضوع رو باید در نظر داشته باشید که این در صورتیه که شما با تنظیمات دیگه ای مثلا 5545 اینجا رو گرفتید، مثلا با 8545 این نقطه رو دیگه سیستم نگیره، ولی تصویرگیری که میکنید اگه مثلا 8545 رو بذارید دوباره بیایید اینجا تصویرگیری بکنید، اون تصویرتون اگه دوباره دو قلوه 55 از روش فیلتر آنالیز کد 85 بهتون بده، دو تا 55 بهتون بده، به هدف اینجا نیست. این تو نوع تصویرگیری تونه که اینا در مقیاس های اندازه گیری مطرحه. پس در نوع عملیاتتون با کد 1 VDI و کد 25 ترشورد آنتن در این نقاط هیچ حرکتی نداره، ثابت میمونه مگه اینکه در مراکز یا نقطه روبروی هدف در اف ها قرار گرفته باشید که آنتنا به سمت چپه یا حرکت پاندولی با فاصله خواهید داشت.